رو در اون کلیت به درستی با محیط اطرافش رو مشخص کنند. ما بدون این تلاش نمیتونیم، در حالی که درست سیاست و سبچکار تمام کشورهای امپریالیستی اینه که این رابطه جزء رو با کل کاملا قطع کنه، مسئله رو تبدیل به یه مسئله تکنیکی و تصادفی بکنه و اون وقت با میکروسکوپ میرن همه چیز رو زیر کنترل قرار میدن. مثلا در بحث بحران اقتصادی جهانی شما میبینید که رفتن توی یه بانکی به جزئی ترین به اصطلاح حساب کتابا رسیدگی میکنه، انگار که مشکل فقط اون بوده. تازه شما تمام اون مسائل رو درست حل کنید، کوچکترین ربطی به مشکلات بین المللی اقتصاد نداره و این زیباترین روشی است برای گول زدن توده ها، برای انحراف اونها از مسائل ساختاری سیستم. شما نباید سیستم رو بتونید زیر علامت سوال ببرید. به همین دلیل هست که در مورد مسائل جنگ هم به نظر من ببینید، مارکسیست ها بزرگترین فرقشون با تمام صلح طلب ها و آنارشیست ها و اینا در اینه که به نظر من ما از تمامی حرکت های نیت های خیر و به اصطلاح خوب و انسانی اونها دفاع میکنیم، ولی ما تلاش میکنیم مسائل عمیق‌تر رو، رابطه این جنگ ها رو با منافع طبقاتی روشن‌تر بکنیم. این مهمترین مسئله است که میتونه به ما دید عمیق‌تر بده و آینده رو بتونیم بهتر پیش بینی کنیم. حالا توی این زمینه شخصا من سبک کارم اینه، اصولا کمترین میزان ممکن نقل قول ها رو از خود مارکسیستا بیارم، برای اینکه به نظر من با توجه به کاری که من در سیستم پناهندگی در هلند دارم از پناهنده‌ها دفاع میکنم، یه چیزی که به نظر خودم خیلی خوب یاد گرفتم از این جامعه اروپایی اینه که میگن بهترین قوی ترین منطق آوردن مدرک از دشمنه. مثلا اگه برای یه پناهنده چه میدونم 10,000 تا امضا از پناهنده دیگه بگیره ارزشی نداره، برای اینکه میگن اینا بی‌طرف نیستن، اینا به اصطلاح طرفدار تو هستن. ولی تو اگه یک دونه مدرک از دشمن بیاری که اگه رژیم تو رو میگرفت مثلا چه میدونم به زندان مینداخت یا اعدام میکرد، اینا اون ارزشش 1000 برابر بیشتر از مدارک اونجوریه. به همین دلیل من تلاش میکنم، کاری که خود مارکس و انگلس و لنین هم میکردن، یعنی اینها همیشه میرفتن از دشمنشون مطالعه میکردن، نقل قول بیاوردن. برای همین من تلاش میکنم بیشتر از استراتژیست های بزرگ آمریکایی مثل هنری کیسینجر، مثل برژنیسکی، مثل جان مرشایمر، از تمامی نیال فرگسون و اینجور افراد نقل قول بیارم که و یا مثلا در مورد فلسطین که بررسی خواهم کرد تلاش میکنم از بزرگترین به اصطلاح مسئولین سازمان امنیت اسرائیل، موساد، شینبت و رؤسای ارتشش نقل قول بیارم که وقتی اونها اعتراف میکنند که سیستم کشورشون سیستم ناعادلانه و جنایتکاریه، این بی‌نظیره. این از 10,000 تا چه میدونم نقل قول از کسانی که طرفدار ما هستن مهمتره، برای اینکه اینو دیگه ما نمیگیم، خود سران این نظام میگن. به همین دلیل من سبک کارم اینجوری خواهد. حالا برای اینکه به این بحث وارد بشیم، من اول چند تا نقل قول میخونم راجع به مسائلی که بازم چجوری اندیشمندان بزرگ جهان امپریالیستی به مسائل برخورد کردند، بعد در این رابطه بحث خودم رو شروع میکنم. ببینید در کتاب اربابان جدید جهان صفحه 133 لورد کرزون نایب سلطنه امپراتوری بریتانیا در هند میگه که باید اعتراف کنم که نزد من کشورها در حکم مهره‌های شطرنج هستند که بر صفحه آن بازی بزرگی برای سلطه بر دنیا در جریان است. خب ببینید اینو دیگه مارکس نگفته، اینو بزرگترین به اصطلاح مأموران اجرایی امپراتوری انگلیس گفتند. پس اینا تایید مارکسیسم دیگه، تایید برداشت‌های ماست که اینها میگن آقا جان دعوا برای سلطه بر جهانه. خب الان ما برخواهیم گشت به امروز ببینیم که امروز دعوا بر سر چیه. جورج کنان در سال 1948 این سالها سفیر آمریکا در روسیه در دوران جنگ جهانی دوم بود و یکی از بزرگترین و مؤثرترین افراد در سیاستگذاری خارجی آمریکا در قرن گذشته بوده. تأثیر اون روی هنری کیسینجر و اینا بی‌نظیر بوده.
جورج کنان میگه که ما با جمعیتی برابر 6.3% از جمعیت جهان 50% از ثروت جهان را در اختیار داریم. در چنین وضعیتی کار اصلی در دوران پیش رو حفظ این وضعیت نابرابری است. برای انجام این مهم باید احساسات را به طور کامل کنار بگذاریم و ملاحظاتی چون حقوق بشر، اطلاع سطح زندگی و دموکراسی سازی را از سر بدر کنیم. رفقا چک میکنید دوستان عزیز، اینا آدمایی هستند که آرشیتکت های بزرگتری، آرشیتکت های سیاست آمریکا هستند. با چنین گستاخی میشه مهمترین وظیفه ما اینه که نابرابری رو بتونیم حفظ کنیم. برای این میگه خزعبلات مثل حقوق بشر اینا رو باید از سر بدر کنیم، به فکر نباشیم. خب روزنامه لیبرال ایندپندنت یک شنبه در زمان جنگ سال 1991 خلیج فارس نوشت جنگ هیچگاه خوشایند نیست، اما بلافاصله در پیان افسود اعمالی که هیچگاه به مخیله جوامع متمدن حتی خطور هم نمی کند، از جمله بمباران یک پارچه کنونی عراق توسط آمریکا، بی تردید اقدامی هولناک است، اما به صرف هولناک بودنش نمی توان آن را خطا انگاشت، برای اینکه منافع آمریکا رو دفاع میکنه. بنابراین مهم نیست ما هولناک‌ترین جنگ‌های تاریخ رو انجام میدیم، ولی مهم اینه که منافع آمریکا به پیش بره. میبینید دوستان عزیز، همه اینها سر منافع اقتصادی که مارکس و انگلس از اون زمان گفتند و الان ما اینها رو از زبان بزرگترین استراتژیست‌های خود این جوامع غربی میتونیم بعضی وقتا خوشبختانه اینا اعتراف میکنن که خیلی مهمه به نظر من ما اینا رو جمع‌آوری کنیم نشون بدیم. الان من مثلا میگم خیلی از ایرانی‌ها در نهایت تأسف آنچنان گستاخانه و بی‌شرمانه از مواضع اسرائیل دفاع میکنند، از این جنایت و قتل عام میشه در جریان دفاع میکنند که آدم حیران میمونه. خب به اینا ما که حرف بزنیم فایده نداره، ولی باید به اینا بگیم آقا جان مگه تو به از رئیس سازمان امنیت اسرائیل دارید بیشتر میسوزه به حال اون جامعه؟ بابا اون خودش میگه که این آدم ها جنایتکارن، این آدم ها قابل اعتماد نیستند. حالا دیگه این بالاخره ما باید اینا رو با این مسائل روبرو کنیم ببینیم جواب این افراد چیه دیگه. در هر حال ببینید دوستان ارجمند، این مسائلی رو که من میخواستم بیان کنم، یک چیز دیگه رو از کتاب، دو تا نقل قول دیگه از کتاب عصر نهایت ها مال اریک هابسبام میخونم، صفحه 306. جورج کنان گفته که من اعتقاد ندارم که روسیه برای کمونیسم دست به جنگ صلیبی خواهد زد. این رو در سال 1946 گفته. من بار پیش هم در بحث گلادیو گفتم که به اصطلاح سفیر انگلیس هم بعد از جنگ جهانی دوم نوشت به دولت خودش که دولت شوروی بعد از جنگ مطلقاً دولت شوروی قبل از جنگ نیست، برای اینکه اون همه ویرانی داشته، اینها اصلاً کوچکترین فکر انقلاب کردن و گسترش انقلاب رو ندارن. به قول هلندی‌ها چیزی دارن، ضرب المثلی دارن، میگن سگی که زخمی شده اصولاً مهمترین کاری که میکنه اینه که زخمای خودش رو بلیسه تا اونا رو درست کنه. به قول معروف دولت استالین هم اون زمان مشغول این بود که اون ویرانی های داخلیش رو برطرف کنه، ولی آمریکا نیاز داشت به یه دشمن تا بتونه به عنوان جدیدترین ابرقدرت جهان ظهور کنه. جنگ دوم جهانی مهمترین حادثه‌ای که اتفاق افتاد این بود که ابرقدرتی به نام امپراتوری انگلیس فرو می‌ریخت و امپراتوری جدیدی به نام آمریکا قدم به عرصه ظهور میگذاشت. آمریکا چطور میتونست این کار رو بکنه؟ باید یه دشمن فرضی به هر دلیلی به هر طریقی میتراشید تا اینکه برای جنگ با اون بقیه کشورهای امپریالیستی رو به دنبال خودش به صف میکرد و میشد رهبر اونا. که این رو در دو عرصه مهم، در عرصه جنگ با کشورهایی که به سوی انقلابات سوسیالیستی میرفتند سازماندهی کرد، و در عرصه کشورهای اروپایی به بهانه اینکه به اصطلاح همشون میدونستن، تمام آثار و مدارک ثابت میکنه که شوروی اون زمان کوچکترین قدرت تهاجمی و جنگی جدید رو نداشت، ولی اینها آمریکا به دروغ میگفت که شوروی میخواد
اروپا رو حمله کنه، اشغال کنه. برای همون با تمام کشورهای اروپا یک پیمان مخفی بست، یه ارتش سری به اسم ارتش سری گلادیو در تمام کشورهای اروپایی به وجود آورد که هیچ کس از وجود چنین ارتشی خبر نداشت. حتی پارلمان‌های دموکراتیک این کشورها که کعبه دموکراسیشون پارلمانشون خبر نداشت از وجود چنین ارتشی، حتی وزیراشون خبر نداشتند. اصولا دو تا مقام، یعنی نخست وزیر و رئیس اون سازمان، خبر داشتند از وجود چنین سازمانی، و این سازمان مهمترین هدفش این بود که سیاست‌های دولت‌های اروپایی رو به سوی راست هدایت کنه. بعد از جنگ جهانی دوم چپ‌ها به ویژه کمونیست‌ها محبوب‌ترین نیرو در اروپا بودند، امکان زیادی داشت در خود فرانسه، در خود ایتالیا احزاب کمونیست با رأی‌گیری پیروز بشن. هدف این سازمان گلادیو این بود که اونقدر ترور کنه، اونقدر بی‌ثبات سازی به وجود بیاره که نذاره در اروپا کمونیست ها و چپ ها روی کار بیان و اونها نفهمند که چنین سازمان مخفی در تمام کشورهای اروپایی وجود داره. بنابراین این در خطوط کلی، خیلی در خطوط کلی بینات انتزاعی، من اینها رو گفتم که شما ببینید، چون که برای به وجود گلادیو در سال 1992 برای اولین بار در ایتالیا اعتراف شد، در سال 1992 در تمام کشورهای اروپایی اعتراف شد که چنین سازمان مخفی در تمام کشورهای اروپایی وجود داشته که هدفش این بوده اگر جنگی بین شوروی اون زمان و اروپا در بیجیره، اینها تمامی کمونیست‌ها رو اسمشون رو لیست در آورده بودند، همه اینا رو قتل عام می‌خواستن بکنند. این به اصطلاح مهمترین بهانه اونها بود، ولی مسئله گلادیو فقط کشتن کمونیست‌ها نبود، تثبیت رهبری آمریکا بر اروپا و جهان سرمایه‌داری و به زبان دیگر بر کل جهان بود. این برنامه به هزاران زبان هنوز هم در دنیا به پیش میره. ما میبینیم حتی چیزی که برای من عجیبه اینه که وقتی این کتاب Age of Extremes رو اریک هابسبام مینوشت، تازه اون اواخر شنیده بود که گلادیو وجود داره، ولی تو نوشتهاش در هر حال تجدید نظر نکرده، نتونسته این ارتباطات رو برقرار کنه. من به همین دلیل میگم این وظیفه چپ هاست که تو این زمینه متاسفانه خیلی از چپ های ما این مسائل رو جدی نمیگیرن. این مهمترین مسئله برای چپ هاست که در 70 سال گذشته بر ما چه گذشته، چگونه اینها تونستند چپی رو که فاشیسم رو شکست داده تارومار کنند، به این روز بندازند. فاشیسمی که بزرگترین ایدئولوژی جنایتکار تاریخ بشریت، الان همه جا مثل قارت سبز میشه و الان همه جا جزئی از فرهنگ و تمدن اروپایی شده. ما میبینیم مثلا خانم مارین لوپن در انتخابات اروپا 8 برابر رأیش زیاد میشه. ما میبینیم در خیلی از کشورها مثل ایتالیا جیان فرانکوفینی مستقیما از حزب فاشیستی اومده وزیر امور خارجه میشه، یعنی وزیر هم میشه، مشکلی نیست. ولی شما اسم کمونیسم رو بیارید اصلا همه استفراغشون میگیره. ما باید به این سوال جواب بدیم چرا اینجوری شده. این وظیفه ماست. در هر حال ببینید، من اینجا یه نقل قول از اریک هابسبام میخونم در کتاب عصر افرادها صفحه 573 در ترسیم اوضاع 1970 جهان مینویسه که این اوضاع احوال برای نویسندگان داستانهای مهیج پلیسی مخفی و وحشتناکی که در دهه 1970 را عصر طلایی خود می دانستند بسیار مطلوب بود، اما از سوی دیگر تاریک ترین دوران شکنجه و ترور در تاریخ غرب و سیاه ترین دوره ای بود که در تاریخ مدرن به ثبت رسیده است. دوران شکنجه، دوران جوخه های مرگ، اسمن ناشناخته و باندهای آدم دزدی و مرگ در ماشین های ناشناسی که آدم ها را ناپدید می کردند. اما همه خوب می دانستند که قاتلان بخشی از ارتش، پلیس و سرویس های مخفی و امنیتی هستند که خود را عملا از دولت مستقل کرده بودند، چه رسد به نظارت دموکراتیک. دوران جنگ های کثیف بود. ببینید این شاهکاره. این اریک هابسبام بدون اینکه بفهمه
سیاستی رسمی به اسم سیاست گلادیو وجود داشته، ارتش مخفی به اسم گلادیو وجود داشته که این کار رو انجام میده، ببینید تقریبا به 1 میلیمتری حقیقت رسیده، یعنی همه چیز رو کشف کرده. میگه باندهایی بودند، همه میدونستن به نوعی دولتی هستند ولی به نوعی از دولت جدا بودند، همه رو میکشتند، همه جا ترور میکردند. من دفعه پیش به شما گفتم مثلا یکی از این چیزایی که من کشف کردم به نظر خودم وقتی این تاریخ رو دارم برمیگردم میخونم، من مثلا میبینم که داریوفو یکی از بزرگترین نمایش نویس ها و نویسندگان به چپ مارکسیست ایتالیا که هفتمین نابغه زنده بشریت الان، اون رو مثلا در سال 1972 زنش رو دزدیدن، بردن بهش تجاوز کردن، بدنش رو با تیغ ژیلت بریدن، سیگار رو بدنش خاموش کردن و اینو لخت مادرزاد به یه پارک انداختن، فکر کردن مرده. بعدن اینو بردن بیمارستان، این خوشبختانه زنده شد و بعد از اینکه زنده شد این با شوهرش بازم کوتاه نیومدن، به همون نمایشنامه هاشون ادامه دادند، به همون انتقاداتشون ادامه دادند، ولی در زندگی نامه اینا می نویسه که اینو ادعی مشکوک بردند، حدس می زنند راسیستا بردند. الان دیگه برای ما روشن شده که گلادیو برده، ادعی مشکوک و راسیستا نبودند. پس ببینید برای همین من میگم که ما باید دوباره برگردیم در پرتو این حقایقی که اخیراً اعتراف شده به وجود چنین ارتش مخفی و به اهداف اون، ما باید برگردیم تاریخ رو دوباره بخونیم، نور رو بندازیم به اون جهتی که بار اول که میخوندیم حواسمون نبود، خوب نگاه نکردیم. در مورد ایران هم همینه. بنابراین با توجه به این مسائل که به نظر من یه مقدمه کوتاهی بود برای اینکه ببینیم در جهان ما بعد از جنگ جهانی دوم چی گذشته، حالا ما میاییم به امروز نگاه میکنیم، امروز در جهان چه اتفاقی داره میفته. ببینید مثل دوران قبل از جنگ جهانی دوم، ما الان با یکی از بحرانهای اقتصادی روبرو هستیم که میشه گفت طولانی ترین بحران تمام تاریخ بشریته. حتی بحران جنگ جهانی دوم 5 سال بیشتر طول نکشید. این بحران از سال 2007 شروع شده، کشورهای امپریالیستی از سال 2008 به طور رسمی اعتراف کردند، الان وارد 7 سالش میشه، هنوز به قول خیلی از متخصصین نوری در پایان تونل دیده نمیشه، و اگر نوری دیده میشه به قول این متخصصین طنز پرداز میگن که این نور قطاری است که از طرف مقابل میاد، برای تصادفه، برای رهایی نیست. در هر حال این وضعیت اقتصادی جهانه. تعداد زیادی از کشورها، شما به اصطلاح اگر در گوگل بگردید به دنبال لیست کشورهای failed state، کشورهایی که از دست رفتند، کشورهایی که در شرف از دست رفتن هستند، میبینید که جهان چقدر در آستانه سقوط واقعی قرار گرفته و اخیراً طبق اعتراف سازمان ملل تعداد افراد زیر خط فقر از 2 میلیارد گذشته. اینها سالها به ما میگفتن که آقا این جهانی شدن به نفع همه هست، اگه شما سد بزنید آب سد هر چقدر بیاد بالا همه ازش بیشتر بهره مند میشن، ولی ما الان بعد از 25 سال تئوری های جهانی شدن شاهد هستیم که آب سد به طرز وحشتناکی اومده بالا ولی مردم ازش بهره مند نشدن، فقیرها فقیرتر شدند، ثروتمندا ثروتمندتر شدند. چرا؟ چون که استثمار شدتش بیشتر شده. این اون مسئله ای که در جهان امروز جریان داره. همه جنگ ها هم به این جور مسائل ربط دارن. به همین دلیل ما میبینیم که الان تعادل جهان به هم خورده. این رو به زیباترین نحو پروفسور هانتینگتون در روز حمله آمریکا به عراق در مصاحبه گفت که علت این که ما الان در عراق هستیم به مسائل داخلی عراق هیچ ربط به بن لادن اینا ربطی نداره، به یک مسئله بی‌نهایت مهمتر در تاریخ دورتر ربط داره، اون اینه که در سال 1989 شوروی سقوط کرد و تعادل جهان به هم خورد. ببینید این استراتژیست های بزرگ و برجسته به درستی این مسائل رو بیان می کنند. این اعتراف خود اون بی‌نهایت برای ما مهمه.
پس علت اینکه آمریکا رفت به عراق این بود که تعادل جهان به هم خورد. در این زمینه من کلی نقل قول میتونم از رهبران آمریکا بیارم که اینها چرا بار اول 1991 که فوراً جورج بوش پدر گفت که نظم نوین جهانی متولد میشه رفت به عراق ولی جرأت نکرد بره بغداد رو بگیره. اینها میگفتن ما باور نمیکردیم روسیه بشینه تماشا کنه، بعدها پشیمان بودند میگفتن که اگه ما میدونستیم روسیه هیچ کاری نخواهد کرد ما میرفتیم کارو تمام میکردیم، ولی ما اون زمان نشون دادیم که میتونیم این کارا رو بکنیم و روسیه بشینه تماشا کنه. پس جهان ما تغییر کرده و این جنگ ها در رابطه با این تغییرات نیروها اتفاق میفته. یکی از مهمترین علایم این که جهان ما الان در مهمترین نقطه بحرانی قرار داره چیه؟ همه شما میبینید سازمان ملل مهمترین به اصطلاح سمبل اینه که تبدیل به چرخ پنجم گاری آمریکا شده. سازمان ملل در هیچ زمینه نمیتونه تصمیم بگیره. سازمان مللی که به وجود اومده بود نگذاره هیچ جنگی دوباره برقرار بشه، الان به جیشه صدور ویزای جنگ به آمریکا و شرکا تبدیل شده. یعنی هر وقت اونا میخوان سازمان ملل رو زیر فشار قرار میدن، اونها رأی میدن که آره این جنگ بشه و این جنگ به اصطلاح جنگ معقول و منطقیه، و هر وقت نمیخوان سازمان ملل قبول نداره اوضاع افتضاح بیشتر از اونه که سازمان ملل بتونه علنی زیر مثل برده از آمریکا اطاعت بکنه، اون وقت آمریکا خیلی ساده هر کسی رو دلش میخواد مثل دار و دسته مافیا به قول نوام چومسکی رو میگه آمریکا و اروپا و ژاپن اینها درست مثل باند مافیا رفتار میکنن، هر کی به حرفشون گوش نمیکنه همه جی دست جمعی بر سرش میریزند و هر جوری دلشون میخواد اینا رو تحریم میکنن، مجازات میکنن، جنگ میکنن، دیگه به سازمان ملل احتیاج ندارن. یعنی سازمان ملل رو عملا اینها زایر کردن. خب دوستان ارجمند، مسئله اینه این کشورهای قانون پرست که معروف هستند به قانون پرستی چرا سازمان ملل رو نابود میکنن؟ به امید اینکه برای نجات خودشون از این بحران اقتصادی کشورهای زیادی رو غارت کنند، جنگهای جدیدی رو به وجود بیارند، بتونند بهتر خودشون رو از این وضعیت نجات بدن. اونا برای حل مشکلات خودشون به خاورمیانه اومدند، برای حل مشکلات ما نیومدند. در نهایت تأسف خیلی از هموطنهای ما هنوز امیدشون به آمریکاست، هنوز فکر میکنن که میتونن به دامن اونها پناه ببرند و اونها بیان کشورهای خاورمیانه رو خوشبخت بکنند یا از این بلبشور و نمیدونم از دست داعش و اینها نجات بدن. در حالی که ما در ادامه این صحبت ها خواهیم دید که این نظام امپریالیستی بدون داعش ها نمیتونه وجود داشته باشه، و این حرف ها رو باز هم من به عنوان مخالف این سیستم نمیگم، خودشون میگن، من از خودشون نقل قول خواهم آورد که این مسائل رو بهتر و دقیقتر در مناظره با طرفداران این نظام های جنایتکار بیان کنیم و اونا رو به اصطلاح اینا سلاح های ایدئولوژیک و تئوریک ما هستند که اونا رو به عقب نشینی وادار کنیم. در هر حال ببینید اون چیزی که پس یکی از نشانه های بحران در جهان ما از بین رفتن اتوریته سازمان ملل، بحران اقتصادی، رشد راسیسم و فاشیسم در تمام کشورهای اروپایی، همونطوری که شما خودتون شاهدید بعد از این انتخابات پارلمان اروپا یه خبری در تمام جهان پخش شد که راسیسم به رشد احزاب فاشیستی و به اصطلاح نئوفاشیست و راسیستی و راست افراطی یک زلزله سیاسی در اروپا بود که به نظر من این جوک کامله، هیچ زلزله‌ای نبود. 20 ساله در اروپا دائم دولت‌های اروپا در راستروی با هم مسابقه گذاشتن، در سرکوب پناهندگان، در سرکوب خارجی‌ها، در نابود کردن حقوق دموکراتیک و به اصطلاح حقوق بشر خارجی‌ها با هم مسابقه دارن. بنابراین خیلی طبیعی بود که این نتایج به دست بیاد و خیلی طبیعی است که اوضاع از این هم بدتر بشه. دوستان ارجمند ببینید اینها اون ابزاری است که من به وسیله اون میتونم آینده رو پیش بینی کنم، نه اینکه فال بینی کنم. فاکتورهایی که من بیان میکنم چرا میگم اوضاع بدتر خواهد شد، ببینید از سال 1990
اقتصاددان های مارکسیست دائما گفتن که این سیستم اقتصادی از هم خواهد پاشید، 100% از هم خواهد پاشید و وقتی بحران به وجود داد بحران بزرگتر از سال 1929 خواهد بود. هیچ کس به این حرفا گوش نکرده. وقتی بحران به وجود اومد اینا چی گفتن؟ گفته اصلا هیچ کس نمیتونست پیش بینی کنه، ما اصلا نمیدونستیم، ما نتونستیم خودمون رو آماده کنیم. این یه حادثه مطلق بود. خب همیشه کار کشورهای امپریالیستی برای گول زدن مردم اینه. بعد میگردن، گفتم دنبال کلیت نیستن، اینا میگردن تو جزئیات، سه تا دزد پیدا کنن، سه تا نمیدونم اشتباه محاسباتی پیدا کنن، بعد همه چیز رو به این جور مسائل رفت بدن و تو اشتباهات محاسباتی توده های معمولی مردم خسته میشن، نمیتونن مسائل رو دنبال کنن، مردم بی تفاوت میشن. مردم مایوس بی تفاوت دلهایشان بهترین مزرعه برای پاشیدن تخم فاشیسمه. اینها بی جهت نیست که در اروپا الان همه جا احزاب فاشیستی اینچنین رشد میکنن، احزاب راست افراطی اینچنین رشد میکنن. خب اینا اون مسائلی است که الان در اروپا در جریان. از یه طرف دیگه ما میبینیم که همه جا صدای به اصطلاح جنگ ها و انقلابات به ارتجاعی ترین نحو، به اصطلاح انقلابات ملی و اینها به وجود میاد و یارگیری در این مسائل هم بی نهایت گزینشیه. اونهایی که در طرف منافع آمریکا هستند حق تعیین سرنوشت برای اونها وجود داره و مقدسه. اونهایی که در طرف آمریکا نیستند، مثل مثلا میگم کریمه، اینا حق ندارن جدا بشن، اصلا اینجا رفراندوم اینا معنی نداره. ولی الان میبینید در مورد کردها اینا چجوری با دومشون گردو میشنن، هیچ حرفی نمیزنن. داعش داره هر روز با این دریای از جنایتکاری که اصلا قابل درک نیست برای بشریت، من در این زمینه بعدا صحبت خواهم کرد، سیاست صبر و انتظار رو به پیش گرفتن تا اینکه مملکت عملا تجزیه بشه، بعد بگن که بفرمایید این وضعیت به اصطلاح واقعیت رو دیگه نمیشه تغییر داد. اینا به خاطر به اصطلاح پیدا کردن یک دونه الزرقاوی، کسانی که این جنگ ها رو به دقت دنبال کردن میدونن که آمریکا ده ها بار مساجد مهمی رو با 2300 تا آدم توش با خاک یکسان کرد، همه رو کشت، ده ها محله رو با خاک یکسان کرد به خاطر پیدا کردن الزرقاوی. حالا این همه داعش همه جا از این شهر به اون شهر میدن، چرا اینا رو نمیبینه؟ این ساتلیت های آمریکایی چرا این چیزها رو نمیبینه؟ چرا هیچ کاری نمیکنه؟ خب بعد به این مسائل، اینها مسائلی که در جامعه ما الان در خاورمیانه در اطراف کشور ما وجود داره. پس ما میبینیم که مسائل اینها با ارتباط اینها با مسائل بین‌المللی بی‌نهایت روشنه. ما باید این مسائل رو با در ارتباطشون با مسائل بین‌المللی بتونیم درک کنیم، بررسی کنیم، وگرنه داعش خود به خود از زیر زمین که سبز نمیشه، داعش خود به خود که به وجود نمیاد. در یا مثلا مسئله همین خود فلسطین و اینجور مسائل رو ما باید در ارتباط با این سیاست‌های جهانی بررسی کنیم. من فکر می‌کنم دوستان ارجمند، کسانی که میخوان مسائل خاورمیانه رو، اون چرا که در خاورمیانه اتفاق میفته، درست و علمی درک کنن و بتونن همیشه با مسائل به قول معروف توانایی آنالیز و پیشبینی آینده رو داشته باشن، باید به این فاکتورها توجه بکنن. ما در خاورمیانه الان مهمترین جرهگاه تضادهای بین‌المللی جهانی، منطقه‌ای و ملی در هم جره خورده. به این طریق که ما مسائل رو باید در چهار سطح بتونیم تشخیص بدیم. یک، 5 تا قدرت جهانی در خاورمیانه منافع دارن و اومدن به خاورمیانه و سیاست‌های خودشون رو میخوان، منافع خودشون رو میخوان به پیش ببرن. این 5 تا قدرت چیا هستند؟ آمریکاست، روسیه است، چینه، اروپاست، ژاپنه. اینا هر کدوم به دنبال منافع خودشون اومدن، به دنبال خوشبختی ایرانی‌ها و نمیدونم عراقی‌ها و سوریه‌ها نیومدن. 2، در خاورمیانه 5 تا قدرت محلی هست که ادعای رهبری خاورمیانه داره به خاطر تاریخ خودش و به خاطر موقعیت خاصش و به خاطر ارتباطاتش با یکی از جناح‌های قدرت مثل آمریکا. در هر حال این 5 تا کشور داعیه رهبری منطقه رو دارن. این 5 تا کشور کیا هستند؟ ایران، مصر، ترکیه است، اسرائیل و عربستان سعودیه.
خب ما باید بدونیم که منافع اینها هم در منطقه چیه، بعدش در درون هر کدوم از این کشورها در سطح ملی هزاران مشکل مسائل ملی وجود داره، چه در مورد خود این 5 تا کشور، چه در مورد بقیه کشورهای منطقه. ببینید پس در تداخل این 400 ما باید مسائل رو ببینیم که یارگیری ها چی با چیه، چی با چی میره، چجوری این مسائل به پیش میره، این مسائل رو بهتر میشه درک کرد در سطح جهانی، در سطح منطقه، در سطح ملی و در سطح نبردهایی که در میدان مشخص انجام میگیره. ما باید مسائل رو در این 400 بتونیم ببینیم و بررسی کنیم با توجه به منافع اون ابرقدرت ها، منافع قدرت های محلی و تئوری های مهمی که وجود داره. من دفعه پیش درباره مثلا تئوری استراتژی هارتلند هیلفورد مکندیر صحبت کردم، الان باز هم راجع به این مسائل میگم که در اوکراین این مسائل مطلقا تصادفی پیش نمیاد و برخلاف اون که خیلی از دوستان من در فیسبوک اینا میبینم در نهایت تأسف یه عده تبلیغات امپریالیستی اونقدر قوی است که یه عده تمامی این مشخصات رو انداختن به گردن پوتین، از پوتین یک دونه شیطان کبیر جدید ساختند، در حالی که من در مورد اون جنگ سردی که آمریکا با شوروی بعد از جنگ جهانی دوم شروع کرد و نقل قولهایی که آوردم که شوروی اصلا کوچکترین نه میل انقلاب کردن بعد از جنگ جهانی دوم داشت، نه تواناییش داشت، ولی آمریکا نیاز به دشمن داشت، به زور وادارش کرد دشمن بشه. استالین تو ده ها نامه میگه به آمریکا که ما در جنگ بر علیه فاشیسم خیلی خوب با هم به اصطلاح همکاری کردیم، بهتر این همکاریمون رو ادامه بدیم. چرا؟ تو میدونست که دیگه قدرت یه جنگ دیگر رو نداره، ولی اونها وادارش شدن، گفتن تو غلط میکنی، این داستانا چیه، ما نیاز به دشمن داریم، از تو به زودی دشمن میتراشیم. خب اونها وادارش شدن این کار رو بکنه. الان دقیقا همین کار رو با پوتین میکنن. پوتین که یه امپریالیسته، یه میلیاردر دوست مثل بقیه خود اینها، خب دشمن دیگه ایدئولوژیک آمریکا نیست که، برای چی اینو به زور میخوان به اصطلاح به یه دشمن تبدیل کنند. خب ما باید این مسائل رو دقیق تر ببینیم، اینا رو بررسی خواهیم کرد. من راجع به مسائل اوکراین به طور مشخص الان یک کمی راجع به مشکلات مسائلی که در اوکراین هست صحبت میکنم، بعد میرم به سوی مسائل فلسطین یه ذره کلی این مسائل رو بررسی کنیم، بعدا تو بحثا بهتر باز میشه. ببینید دوستان عزیز، بر اساس اون تئوری استراتژی هارتلند مکندیر که گفتم، این استراتژی رو در سال 1904 یعنی 110 سال پیش یکی از بزرگترین استراتژیست های انگلیسی این رو تدوین کرده، گفته هر کسی میخواد بر جهان حکومت کنه باید بر 3 قاره اروپا، آسیا و آفریقا که مثل خوشه انگور هر سه تا به هم چسبیدند، اسم این رو میذاره جزیره جهانی، میگه هر کسی بر جزیره جهانی حاکم باشه بر جهان حاکمه. خب بعد میگه که این جزیره جهانی یه قلبی داره، به اون دلیل به این تئوری میگن تئوری هارتلند مکندیر. اون قلب جهان، قلب جزیره جهانی، میگه هر کسی بر این قلب جزیره جهانی حاکم بشه بر جزیره جهانی حاکمه و هر کسی بر جزیره جهانی حاکم باشه بر کل جهان حاکمه. این تئوری تئوری همینجوری نیست، این تئوری است که هنوز هم بزرگترین استراتژیست های جهان به ویژه آمریکا بهش اعتقاد دارند. من دفعه پیش نقل قولای مفصلی آوردم که از کیسینجر و برژنسکی و اینا، که اونها هنوز هم میگن که بر طبق این تئوری ما هر کسی اون قلب جهانی رو حاکمیت داشته باشه میتونه بر جهان حاکم بشه. و اون قلب جزیره جهانی کجاست؟ اروپای شرقیه، شورویه، خاورمیانه است که ایران هم توش هست، خب و شمال آفریقا. بنابراین رقابت ها شما میبینید همه جنگ ها در اینجاست، پس این جنگ ها تصادفی نیست، هی تو این منطقه از این نقطه به اون نقطه میره، ولی جنگ ها تو این منطقه هست. این دلیل اساسی
اینه که چرا در منطقه ما این همه یک مرتبه لشکرکشی امپریالیستا، آمریکا یک شبه از خواب بیدار شده اومده گفته خلیج فارس باید بشه حیات خلوت من. برای چی اومده اونجا؟ اومده که توازن جهانی رو به هم بزنه، اومده که بر اون قلب جزیره جهانی مسلط بشه و بتونه از اونجا بر تمام جهان مسلط بشه. به درستی خودشون در تئوری که تئوری PNAC Project for a New American Century یعنی پروژه قرن جدید آمریکایی، سکوی پرشش از خاورمیانه است. پس آمریکا اومده اینجا برای رسیدن به اون رویاش که امپراتوری آمریکا رو برای 100 سال آینده بر جهان تضمین کنه. خاورمیانه تازه نقطه شروعه، بعد از خاورمیانه جنگ ها کشیده میشه به قفقاز، کشیده میشه به آسیای مرکزی، در نهایت تأسف کشور ما ایران در وسط این مثلث خلیج فارس، قفقاز و آسیای میانه است. هر بمبی بندازن حتما به مستقیما به ما نخوره ترکشاش خواهد کرد. به همین دلیل برای ایرانی ها مهم این تئوری ها رو بدونند. مهمه که بدونن ایران در مرکز طوفانی ترین صحنه های آینده رقابت های ابرقدرت های جهان قرار گرفته. این مسائل رو ما دوستان گرامی باید بی‌نهایت جدی بگیریم. ما الان می‌بینیم از سال 1991 دائم تو منطقه ما جنگ است. اینا مطلقا تصادفی انجام نمی‌پذیره. حالا ما ببینیم به این مسائل در اینا در اروپا چطوری برخورد میکنن. ببینید در مورد اوکراین، الان در اوکراین دو تا به اصطلاح فاجعه توامن در حال انجام بود، یکی اون هواپیمایی که زدند، یکی اون جنگ داخلی اوکراینی که در جریان هست که به مسئله استراتژیکه. این هواپیمایی رو که زدند، شما ببینید ما الان در حقیقت در جهان چهار تا فاجعه همزمان اتفاق افتاد. یکی اون هواپیما در خاورمیانه، البته در جهان خیلی بیشتره در خاورمیانه، یکی اون هواپیمای مسافربری مالزیایی است که سرنگون شد، یکی و 198 تا هلندی توش مردند، یکی جنگ داخلی خود اوکراینه، یکی جنگ اسرائیل با نوار غزه است، یکی هم داعشه که به سربریدنهاش ادامه میده. خب ببینید شما در اروپا قیامتی به پا کرده بودند که این اجساد اروپایی ها رو وقتی از زمین ور می داشتند با احترام ور نداشتند. در هلند مدتی بحث بر سر این بود که به این اجساد احترام نشد. حالا من میخوام بگم فاجعه فاجعه است دیگه، طبیعی، هر کسی عزیزانی داره، پدر و مادری داره، کسان رو داره که دوستشون داره. چرا باید در بقیه نبردها، در بقیه اون سه تا فاجعه‌ای که وجود داره اصلا کوچکترین احترامی به جسدها که سهله، کوچکترین احترامی به زنده ها وجود نداره، زنده ها رو زنده زنده دارن هزار تیکشون میکنن. خب چرا ما باید اینجوری برخورد بشه؟ شما ببینید خطرناش بودن رفقا، این به مسائل، اینها مسائلی هستن که ما میتونیم با توجه به این چیزا ببینیم اروپا چگونه به مسائل برخورد میکنه و مسائل حق تقدم های اونها کجاست و چقدر فرهنگ اروپا خطرناک شده. ببینید در هلند که یکی از قبله های دموکراسی و حقوق بشر جهانه، الان طوری رفتار میکنند، هنوز جعبه سیاه باز نشده، هنوز تحقیقات بیطرفانه سازمان ملل شروع نشده، در هلند به طور ضمنی با توجه به اخباری که دولت و رسانه های عمومی به مردم دادند، مردم مطلقا میدونن که این کارها رو خود پوتین کرده. یعنی همه میگن پوتین باید مجازات بشه، پوتین باید به اصطلاح سانکشن بشه، محاصره بشه، سرکوب بشه، تحریم بشه، همه به پوتین چسبیدند. خب خیلی جالبه، در اوکراین یه چیزی اتفاق افتاده، فوق فوقش شما میتونید بگید که مثلا پوتین طرفدار اون گروه جدایی خواهانه، سپاراتیست هست. خب ولی این که خودش این کار رو نکرده، در هلند همه خواهان، یعنی این حادثه زیباترین بهانه سیاسی شد از مرگ این افراد. در اروپا یه شیطان بزرگ درست کردن، اون شیطان باشا خودم الان حاضر آماده ایستاده، اون پوتینه. خب
یکی از روزنامه ببینید، شهردار هیلفرسوم، اون مرکز رسانه های هلند، شهر هیلفرسوم، شهردار هیلفرسوم در مصاحبه رادیویی علنا گفت که ما برای اینکه به پوتین نشون بدیم چقدر جدی هستیم، من نمیدونستم دختر پوتین با یه پسر هلندی ازدواج کرده، در هلند زندگی میکنه. گفت ما در درجه اول باید دختر پوتین رو از هلند بیرون کنیم. عکس آپارتمان دختر پوتین رو تو مطبوعات منتشر کردن. دوستان ارجمند، ببینید خیلی مهمه ها، این کشورها فردا ببینید فاشیسم بیاد، هیتلر بیاد، اینها کوچکترین مقاومتی نخواهند کرد. هیتلر هم میاد میگه آقا این دشمنان رو بگیرید، هر کسی دشمن خودش رو بگیره بده به ما بکشیمش دیگه. آقا یکی میگه که پدر یک نفر ممکنه، یه اتهامه، میگن که ممکنه این به کسانی کمک کرده که اونها هنوز معلوم نیست آگاهانه یا آگاهانه ممکنه زدن این هواپیما رو انداختن. الان میگن ما نقدن دخترش رو از این مملکت بیرون کنیم. ببینید این فاجعه است، این چیز کمی نیست. من وقتی میگم معیارهای من برای پیش بینی آینده اینه، شما باید بدونید در یه جامعه ای اگه حقوق حاکم باشه، مردم در جا میگن تو غلط میکنی. جرم رو یه آدم مشخص میکنه، جرم رو اون آدمی که دزدی کرده، اون آدمی که جنایت کرده، اونو میبرن زندان، پسرش و دخترش رو نمیبرن. که اینها با جمهوری اسلامی، با داعش چه فرقی دارن؟ اونا هم همین کار رو میکنن دیگه، به جرم اینکه یه نفر در خانواده تو یه کاری کرده، بقیه رو همه رو میبرن زندان. ببینید این فرهنگ کعبه دموکراسی در اروپاست. حالا شما تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، ببینید که در بقیه کشورها داستان چیه. حالا من یه تو هلند که این حرفا رو میزنن، یه از بعد حادثه هلندی ها یه حادثه تاریخی جالبی در هلند اتفاق افتاده، با اون اینه که ملکه هلند دختر زورگیت های معروف است که در آرژانتین بعد از کودتای فیدلا بر علیه پرون به قدرت رسید و در آرژانتین 30,000 نفر رو به دریا انداختند. به اصطلاح دو تا از این خلبان هایی که این کار رو انجام دادن، در صحبت هایی که در شرکت های بین المللی هواپیمایی اینا با خلبان های هلندی داشتند اعتراف کرده بودند و این خلبان های هلندی این رو اومدن در اخبار گفتند که این همکارای ما اعتراف کردند که در زمان فیدلا این آدم زندانیان رو می بردن با هواپیما خالی می کردن تو وسط اقیانوس. خب حالا جرم پدر ملکه هلند، ماکسیمال هم به ملکه هلند تبدیل شده دیگه، اون که دیگه همه میدونن، چرا اینو نباید بیرون کنن؟ اگه قرار به جرم پدر یکی رو بیرون کرد، خب این دست به نقد جرم پدر این رو که همه جهان میدونه، تو تمام کتاب ها نوشته شده، برید دنبال تو اینترنت بگردید، همه تون همه اینه رو پیدا میکنید. خب ببینید این اون برخورد گزینشی که میگم همینه. شما اگر طرفدار آمریکا و غرب باشید، هر کاری را برای شما مجازه. شما ببینید در مورد مثلا همین اسرائیل، این غرب متمدن 17 تاشون رأی ممتنع دادند، آمریکا هم به اصطلاح رأی مخالف داد. اینها در پیشروان ترویج حقوق بشر و جنگ های حقوق بشری در جهان هستند دیگه. جلوی چشمشون هر روز این همه آدم قتل عام میشه، در زندانی به اسم غزه اینا رو محاصره کردند، بی دفاع، بدون کوچکترین قدرت هوایی، قدرت دریایی، هیچی، سه تا فشفشه دارن، به خاطر اون این همه آدم میکشن و همه جهان چشمشو بسته میگه بذار بکشه قتل عام کنه، هر وقت اسرائیل راضی شد ما میریم پادرمیانی میکنیم. خب این وضعیت این جهانه. این نشون میده که جهان ما در یکی از بحرانی ترین نقاط تاریخ خودش قرار میگیره. برای اینکه گفتم بحران جهانی اقتصادی هست، بحران سیاسی هست، سازمان ملل رو هیچ کس قبول نداره، همه آرزو دارن که این سازمان ملل از بین بره، به جاش یه سازمان ملل بهتری بیاد که به اینها قدرت بیشتر بده. یعنی هر کشوری میخواد در سازمان ملل به اندازه توان امروزی اقتصادی قدرت سیاسی هم داشته باشه. بنابراین شما فقط اگر فکر کنید که این کشورهای بریک که الان از نظر اقتصادی شدیداً رشد میکنن بخوان قدرت بیشتر داشته باشن، اینا رو از چی باید پس بگیرن؟ از آمریکا.
خب آمریکا هم اتفاقا تلاشش اینه که سازمان ملل به هم بخوره، به عنوان تنها ابرقدرت مطلق و حاکم رئیس کل جهان بشه. بنابراین این اراده ها در هم تصادف خواهند کرد، این اراده ها به استقاق و جنگ و درگیری با هم خواهند رسید، همه به امید اینکه بیشتر از این کیک جهانی ببرند، سهم خودشون رو بیشتر بکنند، با سازمان ملل مخالفند. به همین دلیل جهان ما در آستانه تحولات خیلی بزرگی قرار گرفته و رفتن ناتو به سوی اوکراین رو نباید تصادفی بگیریم. سال هاست بر اینها برنامه ریزی میشه. من دفعه پیش خوندم از سال 1996 برژنسکی نوشته که احتمالاً جنگ های بزرگ و واقعی 25 سال بعد در این منطقه خواهد شد و ناسیونالیسم بر کمونیسم به طور نهایی پیروز خواهد شد. دفعه پیش من اینا رو دقیق با صفحهش و اینا خوندم. ببینید پس برای اینها تصادفی نیست، از اون زمان اینها میدونستند که میخوان این کشورها رو به این سمت ببرن. خب ببینید دوستان ارجمند، این به نظر من در کلیتش اگه بخوایم به مسئله اوکراین نگاه کنیم، من اوکراین را در پرتو این استراتژی پروژه قرن جدید آمریکایی میبینم که اینها میخوان آمریکا به کمک کشورهای اروپایی و ژاپن میخواد اتوریته خودش رو بر جهان به کمک این کشورهای همراهش گسترش بده و الان دیگه پنهون نمی کنن این مسائل رو. شما میگم اگه بحث های آدم های مثل جان مرزهایمر رو اینا رو بخونید میبینید که خیلی رک میگن که ما با چین 100% درگیر خواهیم شد، جنگ خواهیم کرد و از همین حالا هم آمریکا در تعریف امنیت ملیش محاصره چین رو در اولویت خودش قرار داده. یکی از انتقاداتی که از سیاست‌های آمریکا در زمان جورج بوش شد این بود که گفتن این زیادی به تو خاورمیانه گیر کرد و حواسش نبود که چین الان اونقدر رشد کرده که داره کنترلش غیر ممکن میشه و به همین دلیل الان آمریکا رفته با ویتنام، با تمامی اون کشورهای به اصطلاح همسایه چین، با ویتنام، میانمار، اندونزی، همه اینها داره روابطش رو بهتر میکنه. به قول جان مرزهایمر میگه ما از حالا محاصره چین رو شروع کردیم. بنابراین اینها رو ببینید دوستان ارجمند، مخالفین بیمار امپریالیسم آمریکا نمیگن، اینها رو بزرگترین نوابغ استراتژیست آمریکا میگن. من نمیفهمم این طرفداران آمریکا چگونه جرأت میکنند ماها رو متهم کنند که شما به اساس ضد آمریکا هستید این حرفا رو میزنید. آقا برید کتابه خودشون رو بخونید، اینها خودشون میگن که ما میخوایم چیکار بکنیم برای اینکه مردم خودشون رو به این جنگ ها بکشن، برای اینکه مردم خودشون رو تهییج بکنند، از نظر ذهنی آماده بکنند. این حرفا رو باید بزنن به مردم خودشون، میزنن دیگه. اینا رو پنهون نکردن که اینا علنی پروژه قرن جدید آمریکایی رو تو تمام سایت هاشون نوشتن، نویسنده هاش، کسانی که اولین بیانیه رو امضا کرده، همه اینها هست. برید بخونید دیگه. اینا از ذهنهای معیوب، وقتی ما این حرفا رو میزنیم به ما میگن که شما به تئوری توطئه اعتقاد دارید، شما نمیدونم ذهنتون معیوبه، ذهن جهان سومی همه چیز رو در توطئه میبینه. بله من مخالف 100% تئوری توطئه هستم. تئوری توطئه اینه که شما یه تئوری رو بگید ولی کوچکترین سند و مدرکی برای واقعی بودن و عینی بودن و زمینی بودن این تئوری پیدا نکنید. ولی وقتی ما همه اسناد رو میدیم دیگه این تئوری توطئه نیست، این توطئه جنایتکارانه واقعی است. بنابراین ما در این جهان علت این که یکی از دلایل این که این تئوری توطئه رو اینها این همه بزرگ کردن دقیقاً اینه که به طور ضمنی میخوان به توده ها بقبولنن که در کشورهای به اصطلاح دموکراتیک هرگز دزدی نمیشه، ما دیگه خیلی متمدن شدیم، هرگز توطئه نمیشه، ما نمیدونم کشورهای دیگر رو له نمی کنیم، غارت نمی کنیم، ما باید باور کنیم به نیت خوب این افراد. این اون افکار پشت اینه که این همه تئوری توطئه رو اینها به اصطلاح تبدیل به یه خطر وحشتناکی کردن که اصلا هر کی اونجوری فکر کنه دیگه اصلا آدم جدی نیست، اینو نباید جدیش گرفت. در حالی که ما میبینیم
تمام گلادیو رو شما اگر بخونید، گلادیو یک تئوری توطئه بین المللیه که آمریکا ریخته رهبری خودش رو بر جهان در عمل به وجود بیاره. 60 سال در اروپا این تئوری هر روز کار کرده، هر روز اینها اومدند یک جای رو منفجر کردن، یک تروری کردن، به اسم دیگران نوشتن. این تئوری الان دوباره در تمام جهان اتفاق میفته. الان پروفسور گانسر مسئول به اصطلاح خانه صلح سوئیس، اولین کسی است که کتاب Secret Army of NATO رو نوشته، ارتش مخفی ناتو رو اون نوشته. اخیراً یک مصاحبه‌ای با راشا تیوی داشت، تو اون میگه که تاکتیکی که در اوکراین به کار رفت دقیقاً تاکتیک گلادیویی بود که در اول ماه می 1971 فکر میکنم بود در ترکیه به کار بردند. یه دقیقاً با همون تاکتیک اینها یه عده رو اجیر کردند که به هر دو طرف تیراندازی میکرد. بعد از اون تیراندازی ها بود که دولت سقوط کرد. به مهمترین تاکتیک هایی که اینا در گلادیو به کار میبردند، هنوز هم ما میبینیم خیلی جاها به کار میبرند، اینه که یک فالس فلگ اپریشن است، یعنی عملیات زیر پرچم دروغین. یک کاری رو خودشون انجام میدن به گردن مخالفین میندازند. دو، استراتژی آف تنشن، یعنی سیاست استراتژی تشنج افزایی. اسم این رو به اسم خیلی زیبایی میذارن، میگن تخریب سازنده. الان اینجوری جا میندازن، میگن اشکال نداره، ما قبول میکنیم که این مملکت شما رو خراب میکنیم، به هم میریزیم، ولی به نفع شماست. بعدا از این تخریب یه دونه دولت خوبی به وجود خواهد اومد. اینها الان فعلا در خاورمیانه با تخریب سازنده مشغول هستند. خب بنابراین استراتژی های اینها، استراتژی عملیات زیر پرچم دروغین بود، تخریب سازنده بود، و به اصطلاح در جبهه تئوریک تولیدات فکری که بتونن مخالفینشون رو کاملا از نظر تئوریش خل اصطلاح بکنند، دائم دارن. الان ببینید، من در مورد چیز اسرائیل هنوز شروع نکردم، میگم یکی از مقالاتی که اخیراً من خوندم و خیلی جالب بود برای من، این نتانیاهو به دانشجویان اسرائیلی گفته که اگر یه دانشجویی خوب از دولت، از سیاست‌های دولت ما دفاع کنه، بهش بورس تحصیلی مجانی میدیم. یعنی ببینید، اینها برای اینکه منافع خودشون رو به پیش ببرن نیاز به آدم‌هایی دارن. این افرادی که میگن دوران ایدئولوژی ها گذشته و هیچی نمیفهمن اصلا ایدئولوژی یعنی چه، همینا ببینید، ایدئولوژی اینها نیاز داره به اینکه هر روز مشروعیت پیدا کنه. ایدئولوژی طبقه حاکم باید دائم مشروعیت آفرینی کنه برای این سیاست‌های جنایتکارانش. الان همه جهان ضد سیاست‌های دولت نتانیاهو هستند. اینها نیاز دارن به این که از اینا دفاع بشه. به دانشجوها در حقیقت رشوه میدن که دروغ بگن. یعنی هر دانشجویی بیاد به دروغ انشا بنویسه که در اسرائیل چقدر دموکراسی وجود داره و نمیدونم همه جهان چجوری عاشق اسرائیلیا هستن و چجوری اسرائیل الان داره به اعراب کمک میکنه به جای بمباران کردن اینا، چرخ. من الان وقت رو دیدم پروازم، من صحبتامو تموم میکنم که بعدم به طور مشخص به مسئله فلسطین میپردازم که هنوز به اون نپرداختم، فقط به اون بخش اول مسئله بیشتر به طور تئوریک پرداختم. در هر حال ببینید، من اینو میخواستم بگم که الان اسرائیل تشویق میکنه دانشجوها رو به دروغ گفتن و از دولت دفاع کردن بدون اینکه حقیقتی درش باشه. دولتی که کار خودش درست انجام میده همه ازش دفاع میکنن. لازم نیست که تو به مردم رشوه بدی که بگی اگر تحصیلاتت مجانی میشه. خب اینها این مسائل رو در سطح جهانی به وحشتناکترین نحو پیش میبرن. تمام این خانه آزادی آمریکا، هاوس آف فریدوم و اینا، لومون دیپلماتیک یه بار یه مقاله شاهکاری نوشته، من پیدا میکنم اینو تو صفحه پرواز و صفحه فیسبوک خودم میذارم که ببینید. یه تیترش فکر میکنم این بود، لومون دیپلماتیک نوشته بود سازمان بی آبرویی که آبروی CIA را میخرد. میگه قبلا CIA اگه به یکی رشوه میداد، پول میداد،
این افشا میشد آبروش میرفت. ولی میگه الان یه سازمان هایی درست شدن مثل مثلا خانه آزادی و اینها علنی تو کشورهای دیگه دخالت میکنن، علنی پول میدن، دیگه اون آبروریزی سیاهی دیگه وجود نداره. اینا تازه طلبکار هم هستن که میگن ما برای پیش بردن دموکراسی این کارا رو کردیم. بعد تو میبینی که مثلا اکثر کسانی که الان در اوکراین به قدرت رسیدن، به رهبری رسیدن، کسانی هستند که در آلمان در شعبه ای از این خانه های آزادی دوران به اصطلاح تمرین دموکراسی دیدند، یعنی تمرین جاسوسی آمریکا رو دیدند. خب اینها اینجوری به قدرت میرسن. ببینید در هر حال این من میخواستم بگم که دوستان ارجمند میبینید که این مسائل مطلقاً مسائل مربوط به خود منطقه نیستند، با مسائل بین المللی گره خوردند، با مسائل طوفانهای جهانی ارتباطات هزارگانه دارند. ما باید اینها رو در پرتو این سیاستهای بین المللی بتونیم به درستی روابطشون رو ببینیم و در این صفبندی هایی که به وجود میاد در جای درستی قرار بگیریم، وگرنه اگه ما وارد این جزئیات بشیم هرگز نمیتونیم به مسئله برخورد درستی بکنیم و نمیتونیم از منافع هم کشور خودمون و هم از منافع بشریت به درستی دفاع کنیم. الان مهمترین خطری که برای بشریت وجود داره رشد فاشیسم رشد یابنده در تمام جهان و جنگ های بزرگتری که میتونه به جنگ جهانی تبدیل بشه، جهان رو به معنای واقعی کلمه تهدید میکنه. برای این مسائل باید بشریت آگاهی پیدا کنه. فعلا در تمام طول تاریخ مهمترین سلاح آدمهای ضعیف همیشه حقیقت بوده. متاسفانه ماها در هیچ جا در حکومت و قدرت نیستیم، ارتش و اینا نداریم. در مهمترین کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که این مسائل رو درست آنالیز کنیم و به قول مارکس وقتی که این سلاح انتقاد توده‌ای بشه به اسلحه انتقاد تبدیل خودش به اسلحه انتقاد تبدیل میشه. اگر ما بتونیم مسائل رو به درستی درک کنیم، مردم خودشون، من همیشه میگم آگاهی واقعی هرگز نمیتونه خونسا باشه و ناظر بی اراده باشه. آگاهی واقعی بالاخره یه دیر رو جمع میکنه برای تغییر وضعیت موجود، خودش رو سازماندهی میکنه برای تغییر وضعیت موجود، و آگاهی واقعی نمیتونه بدون سازماندهی معنی پیدا میکنه. به همین دلیله که اون جمله معروف مارکس که معروف ترین جمله شاید تاریخ بشریت در فلسفه باشه، مارکس میگه که فیلسوفا تا کنون جهان را تفسیر میکردند، مسئله بر سر تغییر آن است. بالاخره این تغییر هم بدون آگاهی نمیشه. ما باید در این جنگ آگاهی از دشمن مشروعیت زدایی بکنیم، ایدئولوژی ها و تئوری ها اون رو افشا کنیم، بی اثر کنیم، نذاریم مغز توده ها رو اینها با توپ و تانک های ایدئولوژیکشون هدف قرار بدن. در تمامی جنگ های مدرن توده ها، مغز توده ها مهمترین مسئله است، تبلیغات مهمترین مسئله است. کسانی که تبلیغات رو میبرند اصولا برنده نهایی جنگ ها هم خواهند شد، برای اینکه مغز توده ها رو تصرف کردن. در هر حال من فکر میکنم اینجا به اصطلاح نقطه خوبیه این بخش اول بحث رو تمام بکنم، به مسئله اسرائیل در بخش بعدی میپردازم و به در حقیقت حالا پرواز عزیز تصمیم میگیره یه بریک بده، بعد سوال ها مطرح میشه. اگه وقت شد تو یه وقتی به اصطلاح شاید تو 20 دقیقه یا حد اکثر نیم ساعت اون بخش اسرائیل رو هم من بجم که هر دوتا مسئله بررسی بشه. قربان شما، من میکروفون رو در اختیار پرواز گرامی قرار میدم.